صحبت از یه حرکت اعتراضی بود. خب اون روزها و اون سالها و سالهای قبلش گرفتن سفارتخونه ها به حالت اعتراض و خوندن یه بیانیه در واقع یک کاری بود که میتونست اثر رسانه‌ای خیلی گسترده داشته باشه. عرف هم بود تو اون سالها. انقلاب اسلامی اومد زد زیر میز، گفتش که آقا من این نظام رو نمیپذیرم و اگر تصویر نانی جاسوسی صورت نمیگرفت انقلاب ما کامل نبود، به خاطر اینکه این نفی بزرگ و نهی بزرگ انجام نمیشد. امروز هم اگر ما تو اون شرایط لانه جاسوسی باشیم، اگر تو اون شرایط 58 باشیم، وظیفه ما اون قضیه است. البته امروز چالش ها عوض شده. امروز جنگ چیز دیگری است. اون روز ما حضور نظامی آمریکا رو داشتیم، دخالت های خاص آمریکا رو توی کشور داشتیم که البته امروز این مسائل تمام نشده است. امروز شیوه ها عوض شده است. با شکم های برآمده نمیشود با آمریکا مبارزه کرد. با چهره های خالی از صحنه، چهره هایی که تو صحنه ها حاضر نیستن، توی صحنه هایی که جنگ انقلاب، با این مسائل نمیشه. ما باید برگردیم به همون اتفاق اصلی که تو لانه افتاد. یعنی یه تعداد دانشجو، یه تعداد نخبه، یه تعداد مردم اومدن تو صحنه و اومدن این قضیه رو پیاده کردن. این مسئله جدیه که الان هم توی نظام ما این قضیه کم رنگ شده. تو عرصه‌های مختلف نظام حالا توی شرایطی مثل نوحیده‌ای میرسه، عاشورا میرسه، مسائل دیگه میرسه، با این مسئله مواجهه. نیستی بگم ناراحت نمیشی؟ بگی یه زن شعاری حرف نمیزنی. چند درصد دانشجو اینجوری فکر میدونید مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما امروز سالگرد پیام قطعنامه امام، سالگرد کشتار حج خونین مکه است. این گفتمان حذف شده است. این پیام رو یک بار صدا و سیما 3 ساعت و 45 دقیقه حیاتی خونده ما کنار گذاشتیمش. من چند تا بخش از این بخونم. جامعه ای که اجازه بدید، جامعه ای که با این شعارها، با این گفتمان، صدا و سیماش همونطوری که امام میخواست، دستگاهی بود که مبارز پرورش میداد، دستگاهی بود که توش ما اینجا دعوت نمیشیم 13 آبان و 16 آذر فشاری و کنتراتی در مورد آمریکا صحبت بکنیم، رسانه های دیگه اینجوری بکنن، بعد کل سال مسئله بریکن. بذارید این جمله ها رو بخونم. این جمله ها سانسور میشه. میترسیم از اینکه این حرفا رو بزنیم. چرا؟ چون میخوایم مردم رو عادت بدیم به یه سری مسائل زندگی روزمره. رنت جدیدن یه گزارش نوشته بود، کتابای درسی جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود، گفته بود اول انقلاب ما میومدیم از مبارزه با استکبار حرف میزدیم. امروز چی شده؟ تبلیغات دینی ما شده مسواک بزن به دندون تا باشی شاد و خندون. ببین این انحرافه. میدونید مشکل کجاست؟ این گفتمان حذف شده. من اون شبی که این پیام رو خوندم 5 6 سال پیش بود، تا صبح نتونستم بخوابم. چرا؟ چون که عادت دادیم مردم رو به زندگی روزمره، عادت دادیم که آقا مبارزه تموم شد. آیا من یه سوالی دارم از شما. الان شما آقای شهبازی رو می‌بینید با این صداقت، با این شهامت، با این جسارت سخن میگن. این آقای شهبازی چه شباهتی داره به آقای روح الامینی 30 چند سال پیش؟ خیلی تفاوت، یا چه تفاوتی دارن؟ خیلی تفاوت نمی‌کنه. تو ما خود پیرتر شدیم، آروم‌تر همون حرفا رو زدیم. من در ادامه سوالای مبارین هم بپرسم، اینی که میگن حذف شده واقعا حذف شده قبول دارید؟ من قبول ندارم. ببینید متن انقلاب اسلامی همچنان تازه و پی از پی، پی آ پی و پی در پی. این یه برکه ای نیست که خوش شده باشه یا ما از اون مصرف کردیم. چشمه جوشانه اون اندیشه امام که ایشون فرمودن، اندیشه در ادامش رهبری، متن هویت اسلامی انقلابی و ایرانی ما. یه هویت سگانه ما داریم از بعد از پیروزی انقلاب. این هویت ادامه داره، جاریه. خب وقتی ما الان داریم توی بحث هسته‌ای، حالا اینکه بسیار از ما این فرصت، اگه تو اون شرایط بود همین دوره همین کارو می‌کردیم، خب بله، ولی امروز شرایطمون فرق می‌کنه. امروز تکلیف ما اینی که اون حرکتی حرکت احساسی بود یا عقلانی؟ حرکت احساسی بود، ولی عقلانیت در تمام زوایاش موج می‌زد. این که میگن اگر ما این کارو نمی‌کردیم مثلا ممکن بود جنگ نشه. شما نگاه بکنید در عراق استحکامات مرزی خود را با ایران تقویت کرد. چندم آبان؟ این روز 13 آبانه. ما 10 صبح اونجا بودیم. میتیت مال روز قبل تهیه شده، روزنامه روز قبل بسته میشه. و روزهای قبلش رو ببینیم. بله. یعنی تحرکات مرزی عراق از همون ابتدا بود، توی خلق عرب، توی خوزستان. این اومد همه اون معادلاتی که همه کرده بودن رو به هم ریخت. و پیاب و سناریوهای مختلفی رو برای عقیم کردن انقلاب، بازگشتش هنوز که هنوزه دارن، خیلی هم صراحه اون موقع داشتن، با اینکه مرکزیتشون در کجا بود؟ در تهران. اول من خیلی متاسفم که وقتی ما این حرفای رو میزنیم که امروز دارد بالستریت رو به صحنه میاره، داره
جهان اسلام رو به صحنه میاره به این حرفا برچسب شعاری زده میشه. ما باید برگردیم به الزامات اصلی مبارزه. 6-7 تا الزام اصلی مبارزه مقام معظم رهبری مطرح کرده که میگفتن ببینید این حرفا برچسب هایی است که زده میشه، بعد با همین برچسب ها تفکر امام و تفکر رهبری رو کنار کشیدن. با همین تفکر ها است که ما فقط یه روز 13 آبان ممکن است من دعوت بشم، کار من نمایش داده نمیشه، من میام تو اونجا به مذاکره با آمریکا اعتراض میکنم، کتکم میخورم، صدا و سیما اونجا نیست. بعد اینجا فقط برای بحث این که ما از دانشجویان هم استفاده میکنیم این بحثا گفته میشه. اینم نیست که میگه حالا بگو. مواردی که مقام معظم رهبری میگن. خدمت به مردم و مقابله با فقر و فساد و تبعیض. ببینید این یه جمله کوتاه مقام معظم رهبری است. به نظر من مهمترین راهنمای ماست برای ادامه مبارزه با آمریکا. بزرگترین مبارزه با آمریکا خدمت به این مردم است. هر که میخواهد با آمریکا مبارزه اساسی کند باید به این مردم خدمت کند. هر که میخواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملی کارآمد کند با فساد مبارزه کند. ابزارهای دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتی. ما باید با اینها مبارزه کنیم. ببینید همین هفته گذشته 6-8 سالگرد نهمین سالگرد پیام رهبری به جنبش دانشجویی برای پیگیری عدالت بود. اگه توی جامعه ای عدالت پیگیری بشه مردم ما آماده هزینه دادن. ما یادمون رفته 20 فروردین 59 وقتی آمریکا رابطه رو قطع کرد 3 روز مردم ما روزه گرفتن. مردم به چه فضای این کارو انجام میدن؟ توی فضایی که ببینن تو کشور داره با فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی مبارزه میشه. حالا من سوالم اینو نپرسم. یک مسئله دیگه آماده نگاه داشتن مردم. این حرفا رو اجازه نمیدن. ببین حرفای کلیشه‌ای روتین مهمون دعوت کنید بزنید. کلاً این سری مطلب بیشتر سوالتو مطلب کنیم من معرفی ندادم الان مطلب بدید بعدش هم سوال ما رو جواب بده دیگه وقتمون خیلی آماده نگاش داشتن مردم این یک مسئله جدیه. فرهنگ امر معروف، فرهنگ مبارزه، سینما و رسانه های ما سردرگمن. چند تا فیلم سینمایی، چند تا سرود، چند تا اثر هنری در همین صدا و سیما یا رسانه های دیگه تولید شده است برای روحیه استکبار ستیزی. جامعه ای که استکبار ستیز نشود، جامعه ای که توش عدالت خواهی نشه، این جامعه جامعه فتنه زده است. من قبول دارم که جنبش دانشجویی الان وضعیت مطلوبش نیست، اما من الان معتقد بودم از اول بیداری اسلامی، از اول این قضیه وال استریت باید بچه‌ها خیلی محکم‌تر میومدن تو صحنه، اما میخوام بگم اینطور نبود که اتفاق نیفته. همین الان بچه‌ها سایت رو اندازی کردن تو شبکه‌های اجتماعی هستن، همین الان داره پیام میره. حالا دوستانی که میخوان ببینن این سایت occupy.ir ayam.com یا adalatkhay.ir برن ببینن که داره محتواهای آماده میشه تو شبکه‌های اجتماعی میره یا محصولات از این دسته دیگه که داره تولید میشه. باید یک مسئله میخوام بگم دو سه جانب است. رهبری که داره کار خودش رو انجام میده، داره هر سال این آرمان‌ها رو میگه، رسانه باید به صحنه بیاد، مردم و جنبش دانشجو یک حرکت این تیپی است. رابطه امت محمد توی نظام دینی اینجوری تعریف میشه. ما باید همه اینا کلا مشکل رسانه ملی است و رسانه ها نه فقط رسانه ملی نیست. من میگم که کمکاری هم هست، ولی میگم این قضیه رو حل بکنیم خیلی چیزای دیگه حل میشه. چرا باید رسانه ملی هم نباید کلیشه‌ای و ایامی و ببین الان شب 13 آبان ما اینجا حاضر بشیم، چرا در طول سال نباید به محتوای این الحمدلله آقای دکتر ما تو این سری جدید ما اگه دیده باشین اصلا تقریبا 4 تا برنامه شما نمیگم کل رسانه ملی دقت بکنید کل رسانه ملی الان یه مقدار ساندویچی یا غذای حاضر یا پیتزایی به مسائل نگاه میکنه، نه این واقع مسائل دیگه. یکی دو روز مونده به او، چند روز مونده به او، بدو بدو چند تا برنامه تهیه بکنن. در حالی که شما میتونید بسیار مثلا سریال بسازید، میتونید روی این زمینه مستندهای خیلی فاخری رو تعریف بکن. اینکه رسانه کوتاهی کرده رو شما بپذیرید. حالا اون سمتش رو بس. من اینجا بگم. ببینید من حرفم اینه گل عزیز رو دادن برام. ما کارهای فاخر تو این زمینه ها کم داریم. نزدیکی من درست حالا به سهم خودش رسانه ملی هر رسانه دیگه، ولی این نزدیکی هم باید ایجاد بشه. آقای دکتر این هم فکری ها باید ایجاد بشه. خود دور دانش دور نشستن فایده نداره. فضای داخلی کشور اگه یه فضای درهمی باشه، فضای پرداختن به حاشیه ها بوده به جای متن، درست، و فضایی که این روزها شاهدش هستی مچگیری و فضایی که همدیگر رو پشت پا زدن، فضایی که در حالی که این فضا باید پشت به پشت هم بشه، ما یه دشمن خیلی قداری داریم، شوخی نداره با ما. روزی که این پرده ها بره کنار و نقشه ها و برنامه هایی که اینها داشتن در منظر و مرعا قرار میگیره، معلوم میشه که پشت سر این فتنه پیچ در پیچ سال گذشته، دو سال گذشته چه بود؟ پشت سر بسیاری از مسائلی که بعد از کوی دانشگاه بود چه بود؟ جبهه متحد ضد انقلاب ما یه مقدار غافل شدیم، هی به خودمون داریم میپردازیم، غافل شدیم که اینا میخواستن ریشه رو بزنن. چندین بار تا حالا عزم کردن که ریشه رو و نتونستن. نکتهشون نکته ایست که این ملت ایستاده، پایدار، مقاوم، از ارزش‌ها جدا، ولو هزینه بده. ما خانواده های 3 شهید داده داریم، 4 شهید داده داریم. شما خانواده جنیدی رو ببینید چند وقت یه بار باز میان، هنوز که هنوزه ایستادن و اینو نشون میدن.
شما نوهده رو ببینید، من اون نوهده خب توی جمعیت بودم، پایان نامه دفاعش دانشگاه داشتیم، هی این پمپا میکردم که این زود تموم بشه برم. میگفتن حالا شما دیگه چرا تو این حوادث اینجوری شد؟ خب من اگه وای نسم دفاع نکنم، شما اگه دفاع نکنی، او اگه دفاع نکنه، پس چی میشه؟ مگه ما زمان شاه گله به ما نمیزدن در 17 شهریور؟